برام خدا سلام و شبتان بخیر. امروز چهارشنبه ششم ثور 1396 خورشیدی است که برابر می شود با 26 اپریل 2017 میلادی. در نخست سرخط خبرها، هشدار هواداران جنرال دوستم به حکومت. با احتمال آزاد شدن 70 زندانی حزب اسلامی. مشروع خبرها. وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو هرگز از تلاش‌ها برای دریافت بهترین راه حل‌ها به مشکلات افغانستان دست بردار نیست. سرگی لاوروف در گفتگو با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در مسکو گفته است که روسیه صادقانه می‌خواهد که بی‌ثباتی در افغانستان پایان یابد و برای رفاه افغان‌ها کار کند. لاوروف همچنان ادعای کمک تسلیحاتی مسکو به طالبان را بی‌اساس می‌خواند و میگوید هیچ مدرک برای اثبات آن وجود ندارد. فهیم نوری گزارش می‌دهد. شدن روسیه با همکاری با طالبان، سند وجود ندارد که روسیه طالبان را کمک می کند و تلاش برای دریافت راه حل صلح آمیز. شماره از هواداران حزب جنبش ملی اسلامی در یک گرد همایی در ولایت جوزجان هشدار می‌دهند که در فروپاشی حکومت وحدت ملی تلاش خواهند کرد. آنان که خواهان حق این حزب در حکومت وحدت ملی اند می‌افزایند در پیروزی اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور نقش مهم بازی کردند و در صورت نیاز در فروپاشی حکومت وی نیز سهم فعال خواهند گرفت. گرد همایی در شهر شبرغان، حمایت از جنرال دوستم و هشدار به فروپاشی نظام. اینجا در شهر شبرغان دکانها بستند و بازارهای شهر تعطیل. هزاران تن از هواداران حزب جنبش ملی از ده ولسوالی ولایت جوزجان به شهر آمدند و اعتراض دارند که حکومت حق آنان را نمی دهند. با گفته آنان قسمی که در پیروزی اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور نقش فعال داشتند در صورت برآورده نشدن خواستهایشان در فروپاشی حکومت نیز سهم میگیرند. که حقوق ما و خواستهای ما از طرف ریاست جمهوری اسلامی افغانستان شنیده نشود و برآورده نشود، ما کسایی هستیم که این حکومت را بنا نهادیم و ساختیم و توان مستحکم کردن آن را هم داریم. این بانو نیز حکومت را به بی‌کفایتی متهم کرده میگوید در حالی که صدها مادر در سوگ فرزندانشان عشق می ریزند، حکومت توجهی به آنان ندارد. رئیس دفتر جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست ریاست جمهوری و رهبر حزب جنبش ملی که در این گرد همایی حضور دارد، از خراب شدن وضعیت امنیتی جوزجان هشدار می‌دهد. و می افزاید اگر به خواستهای معترضان رسیدگی نشود، حرکت‌های مدنیشان را ادامه خواهند داد. پس از تنش‌های به وجود آمده میان رئیس جمهور و جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست حکومت، این نخستین حرکت احترازی هواداران آقای دوستم است که به گفته آنان در صورت نیاز اعتراض های خود را به تمام ولایت ها گسترش خواهند داد.
اتحادیه اروپا از فروش سلاح نیروهای امنیتی به گروه طالبان ابراز نگرانی کرده است. بر بنیاد گزارش تازه این سازمان، فساد در نهادهای امنیتی توانایی نیروهای افغان در میدانهای نبرد را کاهش داده و به قدرت طالبان افزوده است. در این گزارش فساد مانع اصلی در برابر ثبات افغانستان گفته شده است. سمیرا زعفری گزارش می‌دهد. فروش مهمات نظامیان کشور به مخالفان مسلح از چند بدین سو سر و صداها را در گوشه و کنار کشور بلند کرده است. اما این بار اتحادیه اروپا با نشر گزارش از فروش اسلحه و تجهیزات نیروهای ارتش افغانستان به طالبان خبر داده است. فساد توانایی نیروهای امنیتی را کاهش داده است و به طالبان اجازه می دهد تا قدرتشان را در میدان جنگ بلند ببرد. فساد هر هفته سبب کشته شدن افغانها می شود، زیرا اسلحه، مهمات و تجهیزات نیروهای امنیتی بالای طالبان به فروش می رسد. اتحادیه اروپا در این گزارش تلاش‌ها در مبارزه با فساد را کافی نمی داند. با وجود تلاش‌ها در مبارزه با فساد، هر هفته گزارش‌هایی از فساد در ارتش و پلیس و آن هم بیشتر در رده‌های بلند به نشر می‌رسد. اما سخنگوی وزارت دفاع ملی این گزارش‌ها را رد می‌کند. اگر کسی بردگی به این طور اعمال شود، او فوراً گرفتار می‌شود، به سرانوالی و محکمه تسلیم داده می‌شود. یعنی این طور اول این کار نمیشه، چرا سربازه، افسره و برگملای اردوی ملی مردمای بسیار بشهامت و وطن‌دوست هستند. این در حال است که چند پیش سربازان ارتش در ولایت هلمند از فروش تجهیزات و مهماتشان از سوی فرماندهانشان شکایت کرده بودند، اما تا اکنون عاملان اصلی فروش این سلاح‌ها شناسایی نشده است. نزدیک به 70 زندانی حزب اسلامی که بیشترشان از میدانهای نبرد بازداشت شده اند، به روز جمعه همین هفته آزاد خواهند شد. نماینده حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار میگوید این زندانیان افرادی اند که پس از 3 دور حکم محکمه مجرم شناخته شدند. احمد فرشاد صالح این گزارش را تهیه کرده. یکی از پیش شرط‌های بنیادین توافقنامه صلح حکومت با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار رهایی زندانیان این حزب است. قرار است تا چند روز دیگر دسته اول از این زندانیان از بند رها شوند تا راه را برای ورود حکمتیار به کابل باز کند. در همین روز جمعه که میاید تا 3 روز بعد انشاءالله دسته اول از زندانیان حزب اسلامی افغانستان آزاد شوند. ممکن تعداد از اینا بین 65 تا 70 نفر باشه. کسانی در این دور آزاد میشن که 3 دور محاکمه خود را سپری کردن و از دید قانون جزایی افغانستان محکوم شدن. و بنان در این دور تنها کسانی میتونن آزاد شن که دوره قضاییشان به اتمام رسیده. در این روزها ظاهر شدن آقای حکمتیار در یکی از شهرهای شرقی افغانستان تبدیل به خبر روز شده است، در حالی که افراد نزدیک به آقای حکمتیار میگویند که به روز یکشنبه وی ظاهر خواهد شد و بر بنیاد سرشماری آنان در 5 ولایت شمار نیروهای مسلح فعال و غیر فعالشان به هزاران تن میرسد. انشاءالله در روزهای قریب خواهد بود و ممکن ظاهر شدنشان به تعداد انگشت‌های یک دست با ما فاصله داره. ما در یکی دو سه ولایتی که تا به حال به حد اکمال رسیده، به صورت اوسط در هر ولایت تا حدود 2000 مجاهد مسلح شماره شده. حزب اسلامی در حال ادعا می کند که هزاران فرد مسلح با تجهیزات نظامی دارند که احتمالاً آقای حکمتیار را در هفته آینده در کابل همراهی کنند و افزایش افراد مسلح غیر مسئول در پایتخت نگرانی جدی پایتخت نشینان است. با آمدن گلبدین حکمتیار به کابل، رهبری حزب اسلامی به دست چه کسی خواهد قرار گرفت؟ اعضای حزب اسلامی وفادار به حکمتیار میگویند با آمدن حکمتیار تمام صلاحیت‌ها و امتیازهای این حزب به شخص حکمتیار تعلق خواهد گرفت. هرچند در حال حاضر حزب اسلامی به نام عبدالهادی ارغندیوال از اعضای برجسته این حزب ثبت است. قیام نوری این گزارش را مدساخته.
ظاهراً با آمدن گلبدین حکمتیار چند پارچگی این حزب نیز از میان خواهد رفت. این حزب در حال حاضر چند رهبری دارد، اما یکی از نزدیکان گلبدین حکمتیار میگوید حزب اسلامی یک رهبر دارد و هیچ کس دیگر حق ندارد خود را رهبر این حزب قلمداد کند. و با آمدن از اونها و با آمدن از اونها انشالله که این بنام آقای ارغندی والو بنام های دیگر هر کسی که خود را یک شاخه می نومن اینا زیر یک صف و تحت یک امر اینا فعالیت می کنن. در تارنمای رسمی وزارت عدلیه اما حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندی وال از اعضای برجسته این حزب ثبت شده است. شما برای از این که جزئیات یه حساب را بفهمین میشه به وبسایت رسمی وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان مراجعه کنین و در وبسایت رسمی ما مشخص شده که یه حساب کدام احزاب است و با نام های چه کسی به ثبت رسیده. اعضای حزب اسلامی اما تاکید دارند با آمدن گلبدین حکمتیار به کابل تمامی صلاحیت‌ها و امتیازات این حزب به شخص حکمتیار تعلق خواهد گرفت. بر بنیاد گفته‌های نزدیکان حکمتیار و هم‌اکنون در ولایت لغمان است و قرار است به زودی به کابل بیاید. مجلس نمایندگان استعفای مسئولان امنیتی را قناعت بخش نمی خوانند و خواهان ایجاد یک محکمه ویژه برای به دادگاه کشانیدن مسئولان امنیتی هستند. در همین حال مجلس نمایندگان از حکومت وحدت ملی خواهان معرفی هرچی زودتر نامزد وزیران وزارتخانه هایی هستند که با سرپرست ها اداره می شوند. سمیرا زعفری با جزئیات بیشتر در این مورد. پس از عمله خونبار بر قول اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش از سمتشان کنار گیری کردند و فرمانده قول اردوی 209 شاهین نیز از مقامش کنار زده شد. اما اکنون دیده می شود که این تغییرات قناعت مجلس نمایندگان را برآورده نساخته است. استعفای مسئولین امنیتی افغانستان در پیوند به حوادث تروریستی قول اردوی شاهین ایب قناعت بخش برای مردم افغانستان و نمایندگان مردم افغانستان نیست، بلکه احترام به حق مردم افغانستان، احترام به حق شهدای مردم افغانستان باید با ایجاد یک محکمه خاص ای جندالا و افسرانی که غفلت وظیفوی کردن اینا را به محکمه کشانیده شود. شماره از نمایندگان همچنان به ایجاد دادگاه ویژه پافشاری می کنند. ارگاه کسایی که مربوط قوای مسلح افغانستان میشن اونا خلاف قانون عمل میکنن و غفلت وظیفوی را انجام میدن، باید محکمه خاص برای اونا رئیس به جمهور دایر کنه. قماندان قول اردوی 209 شاهین همه اینا محاکمه شوند. از سوی هم شماره از اعضای مجلس ادامه یک کار سرپرست وزیران را خطرناک میپندارند. دروازه پارلمان را بسته کنین برای یک ماه تا رئیس جمهور وزیرا را معرفی نکنه ما در پارلمان چی میکنیم که اینجا میشینیم؟ این پروژه بسیار خطرناک است جناب رئیس، پروژه سرپرستی پروژه را ختم بکنین. شماره از اعضای مجلس در حال مقام های ارشد وزارت دفاع را متهم به غفلت وظیفه‌ای میکنند که پس از رویداد 400 بستر وزیر پیشین دفاع سوی مجلس را اعتماد گرفت و واکنش های تند شهروندان را در پی داشت. اینده خبرهای خارجی پس از وقفه کوتاه باشید. با خبر اقتصادی هم خوش آمدید. بانک یک سال از امضای پیمان کار ساخت بند بخش آباد می گذرد، اما هنوز کارهای عملی برای ساخت این بند آغاز نشده است. وزیر انرژی و آب می گوید که ناامنی و سیلاب‌های موسمی سبب شده که کارهای مطالعاتی این بند با تأخیر روبرو شود. لیدا نیازی این گزارش را تهیه کرده. بند بخش آباد فراه یکی از برنامه‌های مهم اقتصادی کشور به شمار می‌رود که بر دریای فراه رود در ولایت فراه ساخته خواهد شد. کار ساخت این بند سال گذشته به عهده یک شرکت ایتالیایی واگذار شد. وزیر انرژی و آب می‌گوید که ناامنی و جاری شدن سیلاب‌ها سبب شده که مطالعات امکان سنجی در بند با تأخیر مواجه شود. از چند هفته گذشته ما کار ژئوتکنیک در خود بدنه بند و همچنین کار توپوگرافی سرویر در بدنه بند و روی تونل انحراف ما شروع کردیم. در ختم دیزاین کار تونل انحراف قبل از اینکه کار عملی دیزاین تمام بشه ما قصد داریم که کار ساخت تونل انحراف بندر که یکی از کارهای بسیار طولانی و زمانگیر او شروع کنیم
کار برای ساخت مرحله مقدمات برای ساخت بدنه اصلی بند فراهم سازیم. بند بخش آباد فراه ظرفیت ذخیره 1,300,000,000 متر مکعب آب را دارد و می تواند 100,000 هکتار زمین را در ولایت فراه آبیاری کند. همچنان برای اداره سیلاب ها و توسعه جنگلات مؤثر می باشد. با تکمیل کار بند تقریبا زمینه آبیاری برای 100,000 هکتار زمین جدید مساعد می شود در ساحه و بدون شک که در سالهای آینده محصولات که از این ساحات زراعتی به دست میاد چی در محصولات باقی و چی در محصولات زراعتی نقش بسیار زیاد در محصولات در افزایش محصولات زراعتی افغانستان و گام بسیار بزرگ به طرف خود کفایی در بخش‌های مختلف زراعت افغانستان خواهد بود. هزینه ساخت این بند بیشتر از 4 میلیون دلار برآورد شده است. به گفته وزیر انرژی و آب، ساخت این بند در درازمدت می تواند روی تقویت ظرفیت‌های اقتصادی کشور به ویژه ولایت فراه تأثیر بسیار داشته باشد. مقام‌ها در این وزارت تاکید می‌ورزند که این بند افزون بر ایجاد شغل برای هزاران شهروند کشور می تواند 27 میگاوات برق تولید کند. با توجه به بنام شما را از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل، یک دلار آمریکایی 67 افغانی با 60 پول، یک یورو 73 افغانی با 50 پول، یک پوند انگلیسی 85 افغانی با 90 پول، یک درهم امارات 18 افغانی با 40 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی با 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 635 افغانی. بیژن آریان در استودیو است و رویدادهای ورزشی را تقدیم می‌کنه. بیژن خوش آمدید. تشکر. چند رویداد ورزشی هم تا دقایق دیگر. خوش آمدید. تیم ملی مشت زنی افغانستان برای حضور در رقابت‌های آسیایی این رشته کابل را به قصد ازبکستان ترک کردند. در این رقابت ها که قرار است تا دو روز دیگر با حضور 32 کشور قاره کهن در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شود، کاروان ورزشی تیم ملی مشت زنی کشور را در آن رقابت ها 4 ورزشکار، 1 مربی و 1 هیئت همراهی می کند. به گفته مسئولان فدراسیون ملی مشت زنی، ورزشکاران برای حضور در این رقابت ها نزدیک به 4 ماه آمادگی ویژه گرفتند. رقابت‌های گزینشی تیم ملی شطرنج افغانستان امروز با جذب چهره‌های برتر و فرجام رسید. در این رقابت‌ها 200 ورزشکار از 24 ولایت کشور مشمول پایتخت برای یک هفته با هم به رقابت پرداختند. سرانجام 40 چهره برتر به تیم ملی شطرنج افغانستان برای حضور در رقابت‌های بیرون مرزی گزینش شدند. و چلسی همچنان به صدر نشینی خود در لیگ برتر فوتبال انگلیس ادامه می دهد. تیم فوتبال چلسی دیشب در 4 چوب هفته 34 این رقابت ها در یک بازی حساس با حساب پرگل 4-2 ساوثهمپتون را از سر راه برداشت تا همچنان در سطر جدول یک اتاس باشد. توجه کنید به وضعیت هوا. برای دریافت تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان و جزئیات بیشتر همین رویدادها به صفحه اینترنتی آریانالیز.هف مراجعه کنید. تشکر از همراهیتان با مجموعه خبرین ساعت. شبتان خوش. خدا نگهدار. وقت بخیر.